سلام به همه امیدوارم که حال همتون خوب باشه امروز توماس توخل به عنوان سرمربی تیم ملی انگلیس انتخاب شده حالا یه سری شاید بودش که میگفتن گواردیولا ممکنه سرمربی انگلیس بشه ولی خب تمام رسانه ها از امروز صبح خبراشون راجب به توخل زدن و در نهایت هم توخل به عنوان سرمربی انگلیس انتخاب شد حالا تو این برنامه میخوایم راجب به سرمربیگری توخل تو تیم ملی انگلیس صحبت بکنیم و اگرم برای اولین باره که ما رو میبینیم ما راجع فوتبال اروپا و فوتبال ایران صحبت میکنیم لایو ریاکشن به بازی حساس میایم اگه دوست ما رو سابسکرایب کنین علامت زنگوله رو بزنین که ما هر موقع اومدیم لایو یا برنامه ای توی یوتیوبمون آپلود کردیم خودتون خبردار بشین و حتما اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین و نظرتونم راجع به این برنامه و حالا خود توخل برامون توی کامنت ها سلامت و چطوری منم یه سلام میکنم به همه بچه ها هم امیدوارم که حالا همه خوب باشه حالا تو هم خوب باشه سروش و قبل از اینکه بریم سراغ بحث امیدوارم که بچه ها لایک ها هم حتما زده باشن که لایک بچه ها خیلی به من کمک میکنه که ما بیشتر دیده بشیم و این خانواده به قولی بیشتر بزرگتر بشه و ما از این کانتنت بیشتر برای بچه ها تولید کنیم دمشون گرم آره حالا امروز بخوایم توماس صحبت کنیم همونطوری که هم بچه ها گفتم سرمربی تیم ملی انگلیس شده حالا تو میخوای یه کمی راجع به اخبارش و اینا بگو آره حالا توماس تو خیلی که خب بعد از اینکه از بایرن اخراج شد خیلی به خیلی از تیم‌ها داشت لینک میشد حالا اون موقع بارسلونا بود بعدش الان اخیرا منچستر یونایتد تابستون یه سری بحثا با کرده بود که حالا اون به جای نرسید و مربی بود که حالا از پایان فصل قبل بدون تیم بود و بالاخره حالا انگلیس بعد از تست کردن لیکارزلی که مربی پایای خودشون هم بود و فکر میکنم اگه این چند بازی بهتر بازی میکردن یه نتیجه میگرف شد مثل ساوتگیت مربی میشد که موندگار میشد که به عنوان مربی چی میگن موقت اومده بود ولی حالا توماس توخل سرمربی انگلیس شد Uh, حالا هنوز که ما داریم این آیتم رو رکورد میکنیم فقط هیر وی گوش خورده اونقدر را دیتیل قرار داد که حالا چند ساله است چه حقوقی قرار تو بگیره مطرح نیست ولی آه, بخوایم صحبت کنم یه ذره تصمیم تیم انگلیس من فکر میکنم که تصمیم عاقلانه ای بود حالا عقیده منه فکر میکنم که توماس توخل با اینکه خیلی قبولش دارم بچه‌ای که حالا ما رو دنبال کردن میدونن به عنوان یه تاکتیسیان خیلی من تو خیلی قبول دارم ولی از لحاظ اخلاقی از لحاظ صبات چی میگن رفتاری اصلا آدم با صباتی نیست و دائم با مدیر تیمش در تنش بوده تو همه تیمایی که رفته چلسی بری نگاه کنی پاریس انجرمن بایر مونیخ و احساس میکنم که به یه همچین آرامشی توماس نیاز داره یعنی یه فوتبال ملی فوتبالی که حالا اونقدر را درگیرانه مثلا بازیاش پشت هم نیست لازم نیست که کارای مثلا خرید بازیکن بکنه و تیم تیم مثل انگلیس که انقدر پرمهره است یعنی ابزارش رو در اختیار داره که بتونه تمام تفکرات خودش رو پیاده کنه و تا مربی که حالا در طول کریرش دیدیم که آداپس میکنه خودشو با اسکوادی که داره و فکر میکنم که با این اسکوادی که بهش رسیده یه فوتبال بهتری رو بازی کنه مثلا فوتبالی که تو دورتموند یا پاریس انجرمن بازی میکرد و به درد این فوتبال تورنمنتی میخوره توماس سوخل این بارها گفتیم قبل آیتمان با خود صحبت کردم توماس سوخل اصلا مربی نیست که مربی لیگ باشه و حالا درسته یه بوندسلیگا داره اونم تحت حاله شرایطی که خب دورتموند نتونست بازی آخرشو رو ببره دو تا لیگ فرانسه داره ولی خب از لحاظ جام حذویا خوب عمل کرده یعنی دو تا فینال چمپیونز لیگ رفته پارسال در آستانه سومیش بود که خب نرسید یه دونه چمپیونز لیگ داره یه دی اف پوکال با دورتموند داره و به نظرم مربی که توی تیم ملی انگلیس جواب میده حالا دوستان نظر تو هم بدونم. آره نه ناسن... اصلا به طور کلی اینکه توخل سرمربی انگلیس شده اتفاق خیلی عجیبی اولا اگه دقت کنی کلا انگلیسی ها کمتر سرمربی خارجی انتخاب میکنه حالا بعد اریکسون و کاپلو من دیگه فکر نمیکنم کسی بودش که انگلیسی نبود و خب توخل هم با اون مشکلاتی که اینو با آلمان دارن مشکلات تاریخی که دارن حالا چه فوتبالی چه غیر فوتبالی یه انتخاب خیلی عجیب بود از اتحادیه انگلیس که من فکر میکنم. حالا راجع به توخل صحبت میکنم من فکر میکنم که یه کار خیلی بزرگی یه قدم خیلی بزرگی برای خودشون برداشتن یه سری سنت رو شکوندن و پپ گواردیولا خیلی نزدیکتر دو... میدونستم سروش این که کاپیتان تیم ملی انگلیس هم الان توی آلمان داره بازی میکنه اصلا فکر می‌کنم شروع این اتفاقات بود که الان هم که اصلا توماس توخل آلمانی رو نیمکت انگلیس باشه که اصلا میگم می یه کمی شاید غریب باشه برای خود هوادارهای انگلیس حالا تو خود انگلیس من منظورمه و اینکه یه آلمانی بشین رو نیمکتشون شاید عجیب باشه ولی علاوه فرنگی ولی با. به طور فرنگ... کلی البته ببخشید سروش از تو این تایمی که تو چلسی بود خیلی عجین شده بود با فوتبال انگلیس یعنی هم به درد پرمیر لیگ نظرم میخورد یعنی بهترین عمل تو چلسی بود و هم شناخت خوبی داره به نظرم از بازیکنه انگلیسی میتونه ارتباط بگیره و با اون حالا نمیدونم چهجوری بگم مدیا انگلیسی خیلی غریب نیست و اون مدیا انگلیسی هم خیلی با تو خیلی غریب نیست که بگیم حالا یه مربی آلمانی رو بردن که سابقه نه سه سال مثلا تو انگلیس کار کرده و سابقه شو داره بر موافقم نه اینکه فقط بحث اینه که یک آلمانی یا مثلا رودی فولر که اینکه بیا آلمانی سرمربی تیم ملی انگلیس بشه من فقط بحثم بود ولی دقیقا تو بخشایی که نکات مثبتش هست اینه که خب توی لیگ سرمربیگری کرده از کنه، شناخت کامل داره تقریبا آپدیت نسبت به لیگ و فوتبالی رو بازی میکنه که فوتبالیه که مثلا دارم بهت میگم حتی توی بازی های لیگ شما وقتی تیم فیوریتی خب باید تمام بازی ها رو ببری یعنی تمام بازی ها رو حمله بکنی و ببری و نمیتونی ریسک اینو بکنی که مثلا با تیمی که تو ضعیف‌تره بخوای شطرنج بازی کنی تیم بکشی عقب مثلا از موقعیت ها استفاده کنی نه تو محکومی که حمله کنی و گل بزنی و ببری بازی ولی تو بازی های ملی و بازی حذوی حالا بازی های ملی من منظورم بخشای حساسش که حذوی میشه دیگه به این شک نیستش شما در واقع باید شطرنج بازی کنی و خیلی مربی علاوه تاکتیکی نه علاوه انتخاب نفرات حالا توخل که خیلی خوب مربی تاکتیکیه ولی میگم مربی های مثلا مثل دشام که بیشتر مربی هایی که منیجرن یعنی کنترل میکنن تیم و فورمیشن میچینن خیلی نکات تاکتیکی شاید نگن نه نگن ولی منظور به نسبت مثلا پپ گواردیولا و آرتتا دارم میگم ولی توخل یه نکته مثبتی که داره که مربی تاکتیکی هم هست و تو بازی های ملی یعنی تو بازی حذفی هم خوب نتیجه گرفته یعنی نشون میده که میتونه خوب مدیریت بکنه به قول تو اینکه کمتر کار میکنه باعث میشه که کمتر ناخداگاه هاشیه پیش بیاد براش کمتر مصاحبه میکنه کمتر با بازیکن درگیر میشه یه سری بازیکنای محدودی داره خرید بازیکن نداره خیلی هم مشکلاتی که توخل داشته کلا راجع به خریدای بدش یا خرید نکردن براش بوده ولی شما تو تیم دیگه تو خرید بکنی یعنی همینایی که هست تو بعد بازی بدین و همینایی که هستن خیلی بازیکن خوبی هستن <applause> و من فکر میکنم که توخل اپروچ تاکتیکی رو به انگلیس اضافه میکنه از این بعد بازی زیباتری رو به نسبت تیم ساوتکت از انگلیس میبینیم من نمیخوام بگم بهتر میشه نتایج بهتر میشه یا نمیشه به نظر من امیدوارم من حال من انگلیس فنم امیدوارم که بشه به نظرم از نتایجی بهتر از شاید نزدیکش بگیره شاید هم نگیره ولی علاوه تاکتیکی خیلی مربی شاید سرتری باشه از ساوتگیت ولی خب میدونی دلیش... مثلا اینکه ساوتگیت هم دوبار رسید به فینال یورو اینا صرفا تاکتیکی نیست یه سری اتفاقات دست به تیم قوی وجود مثال دارم میگم قرعت خوبه مثلا ممکنه که الان توخل بیاد سرمربی برم بازی اول از یوخا آرژانتین بعد مثلا آرژانتین اسکو هم هست کن آلمان بعد بخوام اسپانیا بالاخره شد. یعنی خیلی بس خیلی شانسیه بازی های ملی ببین حالا یه پوینتی هم که توخل داره حالا نمیم پوینت باشه یا نه ولی ببین گرت ثابت کرد حالا همجوری که تو گفتی اجازه موفق در تاریخ انگلیس بود از لحاظ نتیجه گیری دو بار فینال یورو رفت ولی انقدر توی اون حالا نتایجی که با این اسکواد گرفت و نحوه بازیش انقدر از دید هواداره انگلیس و حالا کلا مدیای فوتبالی بده یعنی دیدشون بده به ساوت گیت دیگه و اون فوتبال بدی که داشت بازی میکرد من زمان توماس یه ذره فوتبال زیبا اگه اوایلش بتونه بازی کنه یه ذره نتایج مثلا پرگل بگیره خیلی شاید دیده کلن چی میگن عوام مثبت بشه به تیم ملی انگلیس و توماس توخل و فکر کنم یه پوینت مثبتی داره که گرت ساوتگیت یه مربی بود که خیلی دفاعی بازی میکرد خیلی واکنشگرا بازی میکرد و حالا با این مهرهایی که داره توماس توخل فکر کنم که یه فوتبال خیلی متفاوتی ازش ببینیم آره معله سری آمارم حتی برات بخونم آمار جالبیه از توماس توخل موقعی که مربی ماینس بوده 183 تا بازی به با عنوان سرمربی ماینس بوده که یک و 43 پوینت پر مچش بوده یعنی میانگین امتیاز بر اساس هر بازی اگه تقسیم بکنیم موقعی که مربی دورتموند شده 107 تا بازی سرمربیگری کرده دو دوازده صدم که خیلی خوبیه موقعی که سرمربی پاریس شده 127 تا بازی سرمربی بوده دو سی و پنج پوینت پر مچ که خب البته خب این یکم طبیعیه چون پاریسی رو داشتش که پاریس رو خیلی قوی بود نسبت به اون لیگ با چلسی 100 بازی مربیگری کرده دو و با بایر مونیخ هم 61 بازی سرمربیگری کرده که یک ممیز 95 صدم امتیاز گرفته که همش تقریبا آمار قابل توجه خیلی خوبیه برای توماس توخل و خب من یه سری هم آمار بدم به بچه ها 51 سالشه و جامایی هم که داره دی اف پوکال داره بوندسلیگا داره همونطوری که حتی گفت چمپینز لیگ داره جام یعنی فر... لیگ فرانسه داره یوفا سوپر کاپ داره فرنچ لیگ کاپ داره لیگ کاپ فرانسه مثل همین لیگ کاپ انگلیسه اسمش فرق داره با جام حذفی اون یه دونه دارن کوپ دو لیگ یه دونه هم دارن یه چیز دیگه حالا یه سری آره ببین توماس توخل حالا برای اولین بار پاریس رو رسوند به فینال چمپیونز لیگ اون دورتموندش هم حالا این نکته ای که داشتیم گفتی که امتیازگیریش خوب بود حالا اون دورتموندش بعد یورگن کلوپ اومده بود سرمربی دورتموند شده بود و اون سال اولش خورد به اون بایر مونیخ پپ گواردیولا که خیلی امتیاز گرفت تو لیگ یعنی آره. فکر میکنم امتیازه که دورتموند با توماس سوخل گرفت از امتیازی که یورگن کلوپ پارسال با دورتموند گرفت که قهرمان شد بیشتر بود ولی خورده بود به پپ گواردیولایی که اصلا نمیشد و انقدر امتیاز گرفت که نتونست اونجا قهرمان لیگ بشه با دورتموند به خاطر همونه که میگن انقدر امتیاز گیریش میانگینش بالاست و حالا ببین بایر مونیخش هم به مشکلات مدیریتی خرسروش یعنی الان این نکته ای که دارم میگم شاید خیلی تاثیر داشت روی انتخاب توماس سوخل به عنوان رو به انگلیس یعنی گفتن آقا ما داریم پرمهره ترین تیم ملی جهان رو میدیم به اصلا دیگه نیازی به خرید نداری و اصلا نمیتونیم هم خرید بکنیم برای اگه نیازی داشته باشی پس اینجا مشکلی به وجود نمیاد دیگه چون اصلا یکی از دلایلی هم که حتی از چلسی هم رفت این یعنی بود که آقا تادبوری اومد گفت خرید کن و گفت خرید کن تمرین بده گفت آقا من نمیتونم خرید کنم من فقط باید تمرین بدم و هر وقتم بهش خرید و سپردن نیم چه خرید افتضاحی کرده یعنی تو چلسی دنبال دلیخت بود رفت بایر مونیخ دلیختو داشت اصلا بازیش نمیداد یعنی کلن... آره این رفتارای بی خیلی اذیت کرده در طول کریرش و فکر می کنم که این یه ساحل آرامشی میتونه باشه برای کلا کریر توماس توخل و بتونه اینجا با انگلیسی جامی ببره خیلی کمک میکنه به حالا کامبک زدنش بعد از دوران افتضایی که تو بایر مونیخ داشتی. حالا حالا من برای بچه‌ام بگم با ترکیبای متفاوتی هم توماس توخل بازی میکنه سه دفعه، پنج دفعه، چهار دفعه همه رو تو تیماش دیدیم. مخصوصا 4 2 3 کم خیلی دیدیم و ببینیم که چه ترکیب و تیم ملی انگلیس انتخاب میکنه ولی مربی که خیلی دستش بازه لازه تاکتیکی خیلی چیزای مختلف رو میتونه امتحان کنه هم بازیکنش رو داره هم سوادش رو داره همین که شرایطش مهیایی که تیم خیلی باحال درست بکنه که ما بالاخره تیم جذاب از انگلیس بریم چون واقعا خدایش بخوام بگم من از ساوتکت خوشم میاد ولی واقعا بازی جذابی با ساوتکت انجام نمیداد تیم ملی انگلیس صرفا نتیجه میگرفت ولی با این بازیکن امیدوارم که بازی جذاب هم از انگلیس ببینیم ولی سروش من همچنان انتظار رو ندارم مثلا انگلیس وقتی جلوی مثلا آلمان بازی میکنه تیم باشه که مالک توپ خلق توب خلق موقعیت میکنه من همچنان فکر میکنم توماس توخل بازم اونجا انگلیسی میگه که توپو میده آره ولی اینکه این, که این توپو میده شاید بتونه مثلا از تیم ساوتکیت به تزه دمره بزنه یا پلن تیم حالا ما هم سعی میکنیم بیشتر به توماس توخل بپردازیم مگه خبر خاصی اومد راجبش دمتون گم که با ما همراه بودین این برنامه رو دیدین حتی دمتون هم گم بچه ها حتما لایک کنین ویدیو رو کامنت بذارین و از این طریق ما حمایت کنین دمتون هم گم ممنون